There are many reasons for why we politicians in the European Union. دلایل بسیاری برای ما نمایندگان پارلمان اروپا وجود داره که چرا ما تصمیم به دفاع از ایرانیانی گرفتیم که در معرض اعدام قرار دارن. یک دلیل قطعی اون اینه که ما در کنار و حامی معترضان ایرانی هستیم. ما همراه و پشتیبان مردم ایران در این برهه تاریخی هستیم، چون باور داریم ملت ایران شایسته زندگی در صلح و آزادی و حاکمیت قانونه. دلیل دوم اینه که ما فکر نمی کنیم که رژیم ملاها در ایران نماینده واقعی مردم ایران باشه. ما این احکام قضایی برای اعدام معترضان رو به هیچ وجه قبول نداریم، چون اصلا در ایران قانون حکم فرما نیست. ما قوه قضایی ایران رو به عنوان حامی عدالت قبول نداریم و تصمیم ها و احکام اونا رو عادلانه و معتبر نمی دونیم. و نکته سوم اینه که ما اساسا مجازات اعدام انسان ها رو قبول نداریم و با اون قاطعانه مخالف هستیم. هیچ دولتی اجازه اعدام و کشتن شهروندان خودش رو نداره. حکم اعدام نباید یک تصمیم سیاسی باشه. من بر این باورم که ما در اتحادیه اروپا از نظر دیپلماتیک میتونیم کمک بیشتری به مردم ایران بکنیم. ما تا امروز همین کارو کردیم، ولی حتما میتونیم از این بیشتر هم انجام بدیم. من امیدوارم سیاستمداران و نمایندگان پارلمانی در اروپا از درخواست من برای بستن همه سفارتخانه‌های رژیم جمهوری اسلامی در پایتخت‌هاشون پشتیبانی بکنن. چون تا روزی که رژیم ملاها در ایران به کشتن معترضان و حتی کودکان بیگناه ادامه میده، نمایندگان اون حق حضور در کشورهای دموکراتیک اروپایی رو نداره. شهروندان ما باید روی ما سیاستمداران منتخب خودشون برای این منظور فشار بیارن تا ما هیچگاه ایران و مردم اونو فراموش نکنیم. ما باید این فشارها رو بر روی نمایندگان خود و دولت مرکزیتان و وزرای خارجه کشورهاتون و به ویژه آقای جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه بدیم. چون میدونم که ما میتونیم در برابر ایران کمک‌های بیشتری به مردم و معترضان بکنیم و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی باید در این رابطه بسته بشه.